نهم دی ماه 1360 مقاومت حماسی و شهادت قهرمانانه مادر زاکری افشاگر خمینی دجال. چشمهایم را نبندی، میخواهم با چشم خودم حقانیت مجاهدین را ببینم. این آخرین کلام قهرمان مجاهد خلق مادر زاکری قبل از اعدام بود. یک سو حریر شقاوت پاسداران و یک سو زلال مهر یک نگاه. مادر زاکری نام آشنای مادر قهرمان سکینه محمدی اردهالی است که در سن 60 سالگی و پس از مقاومتی حماسی در زیر شکنجه های وحشیانه دشکیمان خمینی برابر جوخه تیرباران ایستاد و قهرمانانه به شهادت رسید. شهادت مادر قهرمان موجب تکان خوردن و بیداری انبوه مردمی شد که تا آن زمان ماهیت پلید خمینی دجال و رژیم ضد بشری او را نمی شناختند، زیرا خانم محمدی نامی که اهالی محلات وسیعی از تهران مادر زاکری را با آن می شناختند از زنان آگاه و با تقوایی بود که سالهای متمادی جلسات مذهبی زنان را در محله‌های مختلف تهران اداره می کرد و در همه جا ایمان و عقیده و تلاش در راه عقیده را تبلیغ می کرد. مادر زاکری از نمره زنان آگاهی بود که مرتجعان دین فروش را از کرسی ریایی مذهبی به زیر کشیدند و ماهیت ضد اسلامی خمینی و جنایات زن ستیزانه اش را که می‌خواست آنها را با توجیهات مذهبی بپوشاند با نثار خون پاک خود برملا کردند. مادر از زمان شاه و از طریق فرزند مجاهدش ابراهیم زاکری با اندیشه و آرمان مجاهدین آشنایی پیدا کرد و به مبارزه علیه دیکتاتوری پیوست. با آغاز مقاومت انقلابی پس از 30 خرداد 60 رژیم خمینی که به شدت از وجود مادر زاکری و روشنگری‌هایش احساس خطر می‌کرد، او را همراه با فرزندان و همسرش دستگیر کرد و به زیر شدیدترین شکنجه‌های روحی و جسمی کشاند. اما جز صلابت و استواری از مادر چیزی ندید. اعدام یک زن سال خورده 60 ساله که مادر 9 فرزند و چندین نوه بود، خود گواهی شد بر شکست ایدئولوژی خمینی. سی سال بعد در 19 فروردین 90 نوه سرفراز مادر زاکری اشرفی قهرمان زهیر زاکری در دفاع از دژ استوار انقلاب اشرف جان خود را نثار کرد تا در کنار مادر بزرگ، مادر و پدر قهرمانش تابلوی شورانگیزی از قیام برای آزادی را به تصویر کشد. دهم دی ماه 1290 خورشیدی شهادت ثقت الاسلام تبریزی به دست نیروهای استعمار. من قلم خود را به تایید دروغ آلوده نمی کنم. این آخرین سخن ثقت الاسلام به کنسول روس است. 10 دی ماه امسال یادروز شهادت ثقت الاسلام تبریزی است که 100 سال پیش در چنین روزی توسط نیروهای اشغالگر تزاری و برای زهر چشم گرفتن از مردم مقاوم تبریز به دار آویخته شد. همراه با ثقت الاسلام گروهی از آزادی خواهان از جمله حسن و قدیر فرزندان 16 و 18 ساله علی موسیو نیز اعدام شدند. آقا علی ثقت الاسلام مجتهد تبریزی از علمای نواندیش و مترقی عصر خود بود. او در ماه رجب سال 1278 قمری به دنیا آمد و در دهم محرم 1330 قمری در سن 52 سالگی توسط نیروی اشغالگر روس به شهادت رسید. احمد کسروی نویسنده تاریخ مشروطه و تاریخ 18 ساله آذربایجان در این مورد میگوید همین که روسیان از استیلای خود بر شهر تبریز اطمینان حاصل نمودند
قنسول روس ورقه به حضور سقط الاسلام پیش نمود که در آن نوشته بود فدائیان در تبریز بدون بر قشون روس شلیک نموده و روسیان با منتهای تمدن رفتار کرده و احدی را به ناحق نکشتند. و در آخران ورقه نگاشته بود که ما اهالی تبریز راضی نیستیم که قشون روس از تبریز خارج شده اسباب اقتشاش شهر دوباره فراهم آید و ما منتهای رضایت را از حسن سلوک و قیام قشون روسیه در تبریز داریم. مرحوم سقط الاسلام با کمال ملایمت فرمودند این نوشته برخلاف حقیقت است و قلم من به تصدیق آن آلوده نتواند گردید. از این سخن قنسول روس برآشفته خودش با دو نفر اعضای حاضره آنچه توانستند به زجر و توبیخ و دشنام آن مرحوم پرداخته تا جایی که از صدمات آن بیهوش گردید. در آن هوای سرد آن شهید راه حریت اسلام را در اتاقی خالی از فرش برده و آنچه توانستند به صدماتش پرداختند. ساعت 12 شب عاشورا میرزا علی اکبر خان منشی از طرف جنرال قنسول روس مجدداً نزد ایشان رفته خواهش تصدیق ورقه مذکور را نمود. سقط الاسلام فرمودند هیهات هیهات، به قنسول بگو که من اقتدا به مولای خود نموده دست به ناحق دراز نخواهم کرد، ولو اینکه به مقتدای خود ابا عبدالله الحسین ملحق گردم. عمال استعمار و استبداد بارها از سقط الاسلام خواستند که برای رهایی از اعدام آزادی خواهان مجاهد و کارهای آنها را محکوم کند، اما سقط الاسلام زیر بار نرفت و با استواری مرگ را به خیانت و پشت کردن به مردم و مجاهدان ترجیح داد. سقط الاسلام فکری باز و اندیشه‌ای مترقی داشت. از او مقالاتی در جراید حبل المتین و الهلال مصر و همچنین کتاب‌ها و تألیفاتی به جا مانده که گویای نواندیشی و سرشت مردمی اوست. 12 دی ماه 1388 درگذشت آیت الله دکتر علی گلزاده غفوری. آیت الله علی گلزاده غفوری پدر سه شهید مجاهد خلق کاظم، صادق و مریم بود که هر سه توسط خمینی دشخیم به جرم عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران تیرباران شدند. همچنین آقای گلزاده غفوری که در سال 60 کاندیدای اولین دوره مجلس شورای ملی بود به علت حمایت از فرزندان مجاهدش از مجلس تصفیه شد. آیت الله دکتر علی گلزاده غفوری اسلام شناس، حقوقدان و محققی برجسته با تألیفات و آثار ارزشمندی همچون انفال یا ثروت‌های عمومی بود که در روشن کردن افکار جوانان میهنمان در دهه 50 نقشی مؤثر داشت. اما والاترین اثر این استاد ارجمند همانا صبر جمیل و پایداری و ایستادگی او در برابر رژیم یزیدی خمینی و تقدیم جگرگوشگان شهیدش در راه آزادی ایران و تطهیر نام اسلام از لوس استبداد دینی حاکم است. دو پسر قهرمان او مجاهدان شهید صادق و کاظم گلزاده غفوری در زمره رشیدترین فرزندان ملت ایران هستند که در جهاد رهایی بخش علیه رژیم خمینی جان فدای راه سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام کردند. استاد گلزاده غفوری به فاصله 15 روز در مهر و آبان 1360 شاهد اعدام آنها به دست دشخیمان دیکتاتوری خمینی بود و پس از آن بر صبر و استقامت خود افزود. مجاهد شهید مریم گلزاده غفوری دختر استاد گلزاده غفوری و داماد ایشان مجاهد شهید علیرضا حاج صمدی نیز پس از سالها اسارت در شکنجهگاه‌های خمینی در سال 67 در قتل عام زندانیان سیاسی به دست دشخیمان خمینی اعدام شدند و به کهکشان شهیدان راه خدا و خلق پیوستند.
آیت الله دکتر گلزاده غفوری در سال 1383 به مجاهدان اشرف که آنان را فرزندان خود می نامید پیام داده بود: من تماماً با شما هستم، در راه اهدافتان با تمام توان بتازید.